با سقوط دست های ما قسمت هفتم. یقه پیراهنش پاره شده بود و به همین علت گردن بندش به چشم میخورد. خاص بود، با مهره های مشکی و یک پلاک کوچک که نمیتوانستم ماهیتش را تشخیص دهم. یک شکل عجیب. بهزاد واقعا چهره فوق‌العاده عادی و مردانه‌ای داشت، اما طرز پوششش خاص بود و این با دیگران متمایزش می کرد. گوشه یک تاتو هم کنار گردنش مشخص بود که باز هم تشخیص ندادم چیست. سالها در ذهنم مدام تکرار می شدند. کیوان از نظر ظاهر حتی اخلاق خیلی از او بهتر بود. چرا من تا این حد شیفته بهزاد فقط شده بودم؟ این کشش از کجا نشأت می گرفت؟ چرا تا این حد برایم خواستنی شده بود؟ چشمهایش را که باز کرد، سریع سرم را پایین انداختم. خیال روشن کردن سیگار بعدی را داشت. نتوانستم ساکت بمانم. واقعا آرام بخشه؟ با یک نگاه سرد به سیگارش خیره شد و یک نوچ کوتاه گفت: پس چرا موقع ناراحتی می کشیش؟ فندکش خیال روشن شدن نداشت. چند بار تکانش داد و بالاخره توانست سیگارش را روشن کند. یک پک عمیق زد و دود غلیظ را از دهانش خارج کرد. سپس جواب داد: به خیال خودشون میخوان دردهاشون رو دود کنن. با چشمهای گرد شده به سیگارش چشم دوختم. دود میشد. تلخ خندید: نه، کم کم دود میکنه. شانه بالا انداختم و گفتم: ولی آیدا میگه اون یک باری که کشیده خیلی فاز خوبی بوده. این بار سنگین نگاهم کرد و یک پک عمیق تر زد. دوباره مشغول کندن لاک از روی ناخنم شدم و گفتم: ولی به نظر من حتما آرامش بخشه، وگرنه این همه آدم که دیوونه نیستن برن سراغش. این نگاه سنگینش انگار خیال ده کردنم رو داشت. بیا اینجا. قسم میخورم با این جمله‌اش رعشه حتی به تک تک سلول‌های بدنم افتاد. با استرس از جایم بلند شدم و نزدیکش رفتم. به کنارش اشاره کرد و گفت: بشین. آرام و با خجالت و حفظ یک وجب فاصله نشستم. جرأت نمی کردم سرم را بالا بیاورم، امان از نگاهش. سیگارش که در حال سوختن بود را روبرویم گرفت. می خوای خودت امتحان کنی؟ وحشت زده سرم را بالا آوردم و پرسیدم: من؟ سرش را به نشانه مثبت تکان داد. چشمهاتو ببند، فکر کن داری آب میوه می خوری. با همه قدرتت هورت بکش. دستهایم می لرزید. خودش فیتیله سیگار را به لبم چسباند. چشمهایم روی دستش جا مانده بود. شبیه دستهای بابایی، پرمو، مردانه ولی کشیده تر. نزدیک شد. با شانهش به شانم زد و گفت: چشمهات چپ شد. جای نگاه کردن کاری که گفتم را بکن. هول شدم و اطاعت کردم. با همه توانم دود را داخل ریه هایم کشیدم و در آنی حس کردم مرگ در یک قدمیم است. سیگار را پس زدم. حس خفگی داشتم. به شدت سرفه می کردم و به سینه‌ام می کوبیدم. خندید و بی تفاوت مشغول کشیدن ادامه سیگارش شد. سرفه‌ام مدام تشدید می شد. نیم نگاهی خرجم کرد و گفت: پاشو اون گوشه آبخوری هست، آب بخور. میان سرفه گفتم: این چی بود؟ دارم خفه میشم. خودش بلند شد و سمت شیر آب رفت و یک کاسه کوچک چینی را پر کرد. دوباره کنارم نشست. کاسه را گرفتم و یک نفس بالا کشیدم. کمی سرفه هایم تسکین پیدا کرد. نفس عمیقی کشیدم. خیلی بد بود. سیگار را روی زمین مچاله کرد و گفت: خوبه خودت فهمیدی خیلی بده. با وحشت پرسیدم: الان دهنم بوی سیگار میده؟ همه میفهمن.
دست در جیب پایین شلوارش کرد و یک بسته آدامس در آورد و روی پایم گذاشت. نه، قول میدم نه تو دیگه سراغش بری، نه کسی میفهمه. از این همه نزدیکی چنان هیجانی داشتم که تا به حال تجربه نکرده بودم. ناگهان صدای آژیر آمبولانس و شیون با ناله لا اله الا الله در فضا پیچید. متوجه شدم که ناخونهایش را روی زمین محکم می فشارد. بی اختیار سمت پنجره رفتم. جسم بی جان آقا بزرگ روی بلانکارد زیر ملحفه سپید سمت آمبولانس وسط حیات برده می شد. با بغض و هراسان گفتم کجا می برنشون؟ صدای کشیده شدن ناخونهایش کف زمین پژواک درد در فضای اتاق بود. کفترها هم بیتاب و بغبغو کنان این سو و آن سو می رفتند. آب دهانش را قورت داد. انگار توان ایستادن نداشت. سرش را آرام اما پیاپی چند بار به دیوار کوبید. نزدیکش رفتم و ملتمسانه گفتم اگه الان بغلش نکنید بعدن خیلی غصه میخورید. خواهش میکنم. یک قطره اشک از گوشه داخلی چشمهایش سر خورد. اون مرده. این پاسخش رو کم کرده بود. مقابلش روی دو زانو نشستم. این آخرین فرصته واسه این که یک بار دیگه بوش کنید. دوباره تکرار کرد. اون مرده. بغض راه گلویم را بسته بود. شما که هنوز زنده اید. چشمهایش را تسلیمم کرد و این برای من نهایت خوشبختی بود. اما تاب نیاوردم و نگاه دزدیدم. از جایش که بلند شد من هم هراسان برخواستم. دستی به صورتش کشید. سمت پله ها رفت. دنبالش راه افتادم. مکس کرد و گفت این پله ها سسته، مواظب باش. به زانویم اشاره کردم و گفتم پله های خونتون کلن با من لج هستن. سری تکان داد و بعد دستش را مقابلم دراز کرد. مثل برق گرفته ها خشکم زد. خواب بودم. بهزاد فقط در رویاهای شبانه هم دستم را گرفته بود. با صدای جدیش لرزیدم. ده بجنب بچه. دستم را جلو بردم و به دستش سپردم و محکم و سریع دستم را گرفت. مرا تا پایین پله ها هدایت کرد. آنقدر گرم بود که سر تا سر جسم نحیفم با گرمای مطبوعش آرامش گرفته بود. آخرین پله را که طی کردیم دستم را رها کرد، اما هنوزم گرم بود. دیگر بر نگشت و حتی نگاهم نکرد و با عجله سمت آمبولانس دوید. گریه نکرد، فقط چند دقیقه کنار پدر نشست. ملحفه سپید را کنار زد. عمیق به صورت سرد و بیروحش چشم دوخته بود. خم شد و صورتش را به صورت پدر چسباند. آنقدر عمیق نفس می کشید که حرکات قفسه سینه‌اش به وضوح قابل رؤیت بود. حاج خانوم ناله می کرد و بهناز چادر مشکی را روی سرش کشیده بود و با صدای بلند شیون بابا بابا سر می داد. بابایی به آمبولانس تکیه زده بود و دستش را جلوی چشمش گذاشته بود و با حرکت شانه هایش فهمیدم می گرید. تاب نیاوردم. خودم را کنارش رساندم. انگار منتظرم بود. محکم بغلم کرد. سرم را روی سینه‌اش گذاشتم و با هم گریستیم. سینه‌اش را تند تند می بوسیدم. بابایی این همه قصه نخور تو رو خدا. بازویم را محکم نوازش کرد و با صدای مردانه آغشته به هق هقش گفت خوب میشم عزیز بابا، تو باشی خوب میشم. بهزاد که بلند شد همه منتظر واکنش بعدیش بودیم. گریه نکرد. لبریز از اشک بود اما گریه نکرد. رو به جمعیت گفت خانوم ها، آقایون، بفرمایید داخل لطفاً. بفرمایید قدمتون سر چشم. بابایی با فشردن چشمهایش بهزاد را تایید کرد
جلو آمد و دست روی شانه بابایی گذاشت. داداش، تا اومدن بهرخ باید بابا سرد خونه بمونه. بابایی سر تأسف تکان داد و گفت امیدوارم زودتر برسه. بهزاد نفس عمیقی کشید و گفت من از مراسم و این رسم و رسومات سر در نمیارم. نذار این خاله زنک های فامیل دخالت کنن. خودت زحمت همه چی رو بکش. جمعیت را که به سمت داخل هدایت می کردند بهزاد کمی سرعتش را کم کرد و تقریبا کنار من ایستاد. صدایش هنوز سرشار از بغض بود. خیلی وقت بود یادم رفته بود بابام چه بویی می داد. تشکر کرد. به محض اتمام جملهش ترکم کرد. می دانستم فشار غم و اندوه و گریه های مداوم باعث سردرد شدید بابایی شده است. با این وجود تمام مدت مشغول تسکین حاج خانم و بهناز بود. خانه کمی خلوت‌تر شده بود و فقط فامیل نزدیک مانده بودند. صدای قرآن مدام پخش می شد. بهزاد گوشه سالن روی پله نشسته بود و در سکوت کامل فقط تماشا می کرد. بهناز سرش را روی شانه بابایی گذاشته بود. اشکهایش خشک شده بود اما هنوز سعی بر گریه داشت و بابایی هم آرام نوازشش می کرد. حاج خانم هم گوشه ای نشسته بود و عبا و عرقچین مخصوص نماز همسر از دست رفتهش را به سینه می فشرد و زیر لب حرف می زد و اشک می ریخت. به آشپزخانه رفتم. نجمه کنار پنجره آرام آرام گریه می کرد و با گوشه روسری اشکهایش را پاک می کرد. با دیدن من محکم بینیش را بالا کشید و پرسید چیزی می خوای مادر؟ چشمهایش از فرط گریه حسابی پف کرده بود. خاله نجمه شما همش داری کار می کنی. حال خودتم خوب نیست. یکم استراحت کن. انگار منتظر بهانه بود تا دوباره زیر گریه بزند. روسریش را جلوی صورتش گرفت و طوری گریه کرد که تمام ماهیچه های توپلش تکان می‌خورد. کنارش رفتم و بغلش کردم. میان گریه نالید. 40 سال خدمت آقا رو کردم. کاش قبلش من می‌مردم و اینطور بی سر و سایه نمی‌شدم. خدا نکنه خدا سایه فرج خان رو وسط نگه داره. سرش را به حالت افسوس تکان داد و گفت این خونه دیگه جهنم شد. جز آقا خدا بیامرز کی حریف آقا بهزاد می شد. ما رو بیچاره می کنه. یک هو خشکم زد. جا خورده بودم. چرا تا این حد در مورد بهزاد منفی و تلخ صحبت می کرد؟ جرأت نکردم بیشتر بپرسم. دلم نمیخواست، طاقت نداشتم کلامی، حتی کلامی در مورد بهزاد بد بشنوم. سمت کابینت رفتم و پرسیدم چای سبز دارین؟ اشکهایش را پاک کرد و سمت کابینت آمد و بسته چای سبز را بیرون آورد و پرسید دم کنم بسد؟ بس بابایی میخوام، لطفاً چوب دارچین هم داشته باشه. با مهربانی چشمی گفت و مشغول آماده کردن چای شد. روی یکی از صندلی های میز نهارخوری وسط آشپزخانه نشستم و دستم را زیر چانه‌ام زدم. سخت مشغول فکر کردن به جمله نجمه بودم که فرج الله با چند جعبه خرما وارد آشپزخانه شد. صورت مرد بیچاره پر از غم و اندوه بود و به من لبخندی زد و رو به نجمه گفت بیا خانم جانم اینا رو بچین تو ظرف. نجمه در حالی که جعبه ها رو می گرفت گفت این همه خرما بود، باز چرا رفتی گرفتی؟ پفی کشید و گفت آقا بهزاد یهو برزخ شد، گفت کمه، منم رفتم سری گرفتم که قیل و قال نشه. نجمه سری تکان داد و گفت خوب کردی فرج، تو رو خدا هر چی گفت فعلا بگو چشم تا ببینیم تکلیفمون چیه. نزار آخر عمری بی سقف شیم. میشناسیش که؟ فرج با اخم به من اشاره کرد و لب گاز گرفت.
سعی کردم خودم را بی تفاوت جلوه دهم، اما در دلم آشوبی عجیب به پا شده بود. چای که آماده شد، یک لیوان غلیظ همراه نبات، همانطور که همیشه بابایی دوست داشت آماده کردم و به سالن بردم. بابایی با دیدنم لبخند زد. این چیه عزیز بابا؟ چای سبز و دارچین. خوب نشدین میرم مسکن میارم. بهناز آرام چشمهایش را باز کرد و یک نگاه کلی خرج سر تا پایم کرد. بابایی لیوان را گرفت. ممنون، احتیاج داشتم. بعد رو به بهناز گفت میخوری؟ بهناز دستش را چند بار تکان داد و گفت نه، دوست ندارم. بعد دوباره به من خیره شد و گفت دستت درد نکنه، زهرا و فاطمه رو خوابوندی، خیلی دخترای خوشگلین، خواهش میکنم. دستی به کمرش زد و به سختی بلند شد. هنوز مرا با کلی سوال و یک نگاه نچندان دوستانه برانداز میکرد. در حالی که سمت پله ها میرفت گفت برم بالا یه سر به بچه ها بزنم، و بعد با یک صدای جیغ مانند نجمه را صدا کرد. نجمه هراسان سمتش آمد. جانم بهناز خانوم، با حالت غر زدن گفت کمکم کن برم بالا. نجمه دستش را گرفت و بهزاد با صدایی که همه متوجه شدند همزمان گفت هنری جز حامل شدن هیچ وقت نداشته. عمه ملوک که پیر زنی جدی بود و مدام در حال صلوات فرستادن با تسبیح بود، چشم قره ای رفت و با گفتن یک لا اله الا الله بهزاد را ساکت کرد. بابایی جرعه ای از چایش نوشید و گفت عالی شده، سرم داشت می ترکید، معجزه کردی بابا جان. فاتحانه خندیدم. خواستم کنارش بنشینم که با فریاد بهزاد یک هول لرزیدم. نجمه که تازه در وسط پله ها رسیده بود با استرس برگشت و جواب داد بله آقا. به لیوان بابایی اشاره کرد و گفت منم از اینا میخوام. نجمه مسترسل گفت چشم، الان میام. با عصبانیت گفت اون مادر هفت ها رو ول کن، نترس، دختر سومش سالم به دنیا میاد، اینا طوله های اون بادمجون بم هستن، آفت ندارن. بهناز طاقت نیاورد و از بالای پله ها با صدای بلند جوابش را داد به کوری چشمت این دفعه پسره، چیه؟ داری میترکی، محسن هم سن و سال توه، اما سه تا بچه داره و تو بدبخت و حیرونی. نیش خند بلندی زد و گفت خاک تو سر قجر زده ات که پسر وسط افتخاره، و الا سگ و گربه امثالی چند تا میزان، زاییدن که افتخار نیست. با صدای حق حق حاج خانم ساکت شد. بابایی با اخم لیوان را روی میز کوبید و سمت مادر رفت و حین بغل کردن مشغول ماساژ پشتش شد. عمه ملوک هم با تشرگه بهزاد تو کی آدم میشی بچه؟ ولش کن این دختر پا به ماست، اینقدر اذیتش نکن. بهزاد شانه ای بالا انداخت و از جایش بلند شد و جای بابایی روی مبل نشست و لیوان را برداشت و بی خیال مشغول نوشیدن شد. با بهت تماشایش می کردم. چشمهایش را چپ کرد و گفت چیه بروبر همش نگاه می کنی؟ برو یکی دیگه واسه بابات بردار و بیار. بابایی کلافه رو به من گفت نمیخواد، الان میری خودتو میسوزونی. نجمه نیست تو آشپزخونه؟ از اینکه در مقابل بهزاد و جمعیت دست و پا چلفتی بودن من را عیان کرد حرصم گرفته بود. باید خودم را ثابت میکردم. با جدیت گفتم مگه بچم؟ الان همه سردرد دارن، یک سینی میریزم میارم. بابایی که متوجه شد خیال ثابت کردن خودم را دارم این بار اعتراض نکرد، اما در نگاهش نگرانی فریاد می زد. همه تلاشم را کردم و یک سینی چای آماده کردم. نجمه که تازه رسیده بود با دیدن سینی چای گفت زحمت نمی کشیدی دخترم، من می اومدم می ریختم. سینی را بلند کردم و با لبخند گفتم زحمتی نبود. به سالن که بازگشتم
بهزاد با لیوان خالی مقابلم ظاهر شد. لیوان را داخل سینی گذاشت و یک فنجان دیگر برداشت و بدون اینکه تشکر کنه به حیاط رفت و نگاه هم تا آخرین لحظه دنبالش دوید. دو روز در غم و ماتم و سکوت گذشت. اتاق بابایی هنوز در خانه پدریش دست نخورده بود و من شبها را آنجا می گذراندم. بهزاد معمولاً بیرون خانه و دور از جمع در گنجه کبوترهایش بود و من هم تمام فکر و حواسم آنجا بود و بهانه‌ای برای دوباره آنجا رفتن پیدا نمی کردم. بابایی برای آوردن عمه بهرخ به خانه به فرودگاه که خارج شهر بود رفت. به محض رفتن بابایی حس کردم تمام زنهای فامیل در صدد کسب اطلاعات دورم کردند. بهناز هم مدام با نگاه خاص خودش براندازم می کرد. در دل آرزو کردم کاش حداقل حاج خانوم بیدار بود و می توانستم به او پناه ببرم. بهجت دخترم ملوک که اندازه وزن خودش طلای زرد به سر تا پایش آویزان بود و در چشمم بیشتر شبیه فالگیرها بود، چشمهایش را ریز کرد و با کنجکاوی نگاهم کرد و رو به خواهرش منیره که دست کمی از خودش نداشت گفت این همچینم خوشگل نیست، احتمالاً به باباش رفته. آخه من فروغ دختر زری دلاک رو دیده بودم، خیلی خوشگل بود. انگار کسی به قلبم چنگ می انداخت. منیره هم بغل دستش را گاز گرفت و با یک حالت عجیب گفت وای وای، بلا از جوون هامون دور باشه. همون خوشگلی کار دستش داد، جوون مرگ شد. چنگ دیگری روی قلبم خورد. خراش عمیقش را حس کردم. مبهوت فقط نگاه می کردم. بهناز پوز خنده وحشتناکی زد و گفت خوشگلی کار دستش نداد. آه و ناله و نفرین مامان و بابای من بود. بابام از غصه بهادرش، نور چشمش، دیگه از اون سالها سرپا نشد. الان باید خودش یک بچه داشته باشه. اما ببین، یک بیوه مرد تنها با یک بچه. نگاهش که به چشمانم تلاقی کرد حرفش را خورد و استغفر الله گفت و اینطور ادامه داد این طفل معصومم که گناه نداره این بسد. بغضم راه نفسم را بسته بود. با هر جمله انگار یک تکه از قلبم را با ناخونهایشان می دریدند و می کندند. منیره روی پایش زد. ای وای، بهادر مثل بهزادم آخه نیست، اهل نماز و روزه است. بهجت هی گفت خاک به سرم، راست میگی، این دخترم دیگه بزرگ شده، سن ازدواجشه، اونم یک مرد عزب با یک دختر نامحرم. قسم میخورم این جمله بدترین شکنجه در حق چون منی بود. نفسهایم به شماره افتاده بود. حس میکردم تمام خون بدنم به صورتم هجوم آورده است. زبانم از شدت اینقدر بیرحمی و تلخی آدم ها فلج شده بود. صدایش درست شبیه همان صدایی بود که از ریختن آب روی آتش بلند می شد. نامحرم، کسایی که تو خونه آدم نون و نمکمونو می خورن و دهنشون مثل گاراژ پشت سرمون بازه، خجالت نمی کشین، بربر یا به می گین بساط خال زنکیتون رو جمع کنین ببینم. پایان قسمت هفتم.